دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر با تد تاک یا مجموعه انلایتنمنت آشنا نیستید، باید بگم که تد تاک یک کانال با مضمون آموزشیه. رسالتش هم اینه که بتونه یه نگاه عمیق‌تر و بهتر در مسیر تحلیل نمودارهای مالی ارائه کنه. در همین راستا با تولید مجموعه انلایتنمنت شروع به فعالیت کردیم. تمرکز مجموعه انلایتنمنت روی مباحث ICT و اسمارت مانیه و قراره که بیان مفهومی و کاربردی مفاهیم اسمارت مانی سرلوحه کارمون باشه، تا در نهایت به علاقمندان این مفاهیم کمک کنیم که بتونن بدون نیاز به مطالب دیگه به فعالیت در بازارهای مالی بپردازن. این مجموعه قرار 10 تا اپیزود در طول مدت 3 ماه داشته باشه. هر اپیزود بسته به حجم مطالب در یک یا چند پارت تهیه میشه. تا امروز 2 اپیزود از مجموعه ارائه شده و انتشار اپیزود 3 در جریانه. من امیر محمدی پور هستم از کانال ترید تاک و الانم با پارت 2 از اپیزود 3 انلایتنمنت در خدمتتون هستم. تو این اپیزود قراره در مورد ستاپ ورود چاک صحبت کنیم. اول اینو بگم که چاک در واقع مخفف چنج آف کاراکتر هستش و خب معنیش هم میشه تغییر ماهیت، تغییر شخصیت، که البته اینجا همون تغییر ماهیت بیشتر مد نظرمونه. چاک قرار یکی از ستاپ‌های باشه که زیاد ازش استفاده میکنیم. اگر قبلا با مباحث تکنیکال آشنایی داشته باشی، در قالب اسمای دیگه در واقع باهاش آشنا شدید. کاملا شبیه به ستاپ هیدن شولدر یا سرگردن هستش، یا همون QM که RTM کارا ازش استفاده میکنن و البته بهش کواشی مود یا کواشی مودو هم میگن. این که اسمش چیه هم واقعا مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که بتونیم درست ازش استفاده کنیم. حالا به شماتیک روبرو دقت کنید. من میخوام اول در مورد تعریف چاک صحبت کنم، بعد به نکات مهم پیرامون چاک بپردازم. همون جوری که میدونید چاک شکل مخفف چنج آف کاراکتر به معنی تغییر ماهیته. اما اگه بخوام یه تعریف فنی ازش داشته باشم، دو نکته رو قبلش باید بدونیم. یک، چاک زمانی مورد انتظاره که به یک ناحیه مهم یا همون پوینت آف اینترست یا POI برسیم. یعنی قرار نیست ما بجز تو نواحی POI دنبال چاک بگردیم. دو، اینکه باید قیمت شکلی شبیه به شماتیکی که در تصویر میبینید داشته باشه. اما این نکته ها تعریف فنی چاک نیست. چاک در واقع به معنی شکست ساختار در جهت معکوس است. یعنی مثلا اگر یک روند صعودی داریم و لگ اصلاحی اون روند صعودی اونقدر امتداد پیدا کنه که ساختار رو از پایین بشکنه، در واقع یک تغییر ماهیت یا چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده. پس تا اینجا میدونیم که چاک همون شکست ساختار اما در جهت معکوسه. همینطور میدونیم که چاک زمانی مهمه که به یک ناحیه مهم یا POI رسیده باشیم و خب شکل ظاهریش هم باید شبیه به شماتیک روبرو باشه. حالا میخوایم بدونیم که اصلا این ستاپ چجوری کار میکنه. ببینید، ما قبلا در مورد ساختار و شکست ساختار حرف زدیم و گفتیم که وقتی شکست ساختار اتفاق میفته، بعد از اون میتونیم انتظار یه لگ اصلاحی رو داشته باشیم که این لگ اصلاحی مثلا ممکنه که تا 50% لگ اصلی ریتریسمنت داشته باشه یا اصلاح کنه و بعد از اون دوباره در جهت لگ اصلی حرکت کنه. حالا تصور کنید که به جای شکست ساختار یا بریک آف استراکچر چاک اتفاق بیفته یا چنج آف کاراکتر. ما میتونیم دقیقاً با همون الگوریتم انتظاراتمون رو برآورد کنیم. یعنی بعد از وقوع چاک انتظار برگشت به 50% لگی که باعث چاک شده رو داریم و با رسیدن به یک POI روی لگی که ایجاد چاک کرده، میتونیم دنبال ادامه ی حرکت لگی باشیم که باعث شکست ساختار در جهت معکوس یا چنج آف کاراکتر بوده. خب حالا میخوام چیزایی رو که تا الان در موردشون حرف زدیم و در واقع روی شماتیک روبرون نشونتون بدم. ببینید، ما یه روند صعودی داریم که این روند صعودی
در واقع یه بریک آف استرکچر کرده یا شکست ساختار کرده. این شکست ساختار در واقع باعث شده که روند ادامه پیدا کنه تا جایی که برسه به یه ناحیه‌ای مثل اینجا که این ناحیه از قضا پی او آی بود که من اونو با یه باکس قرمز نشون میدم. وقتی میرسه به این ناحیه پی او آی که این پی او آی سه تا گزینه مختلف میتونه باشه دیگه، میتونه یه دونه اوردر بلاک باشه، میتونه یه نقدینگی باشه که گرفته شده، میتونه در واقع یه اف بی جی باشه، در موردش هم تو پارت قبلی صحبت کردم. از اینجا که قیمت شروع به نزول میکنه، در واقع وقتی که از این ناحیه رد میشه وارد فاز اصلاحی میشه، یعنی از این ناحیه به بعد ما وارد فاز اصلاحی شدیم. حالا این فاز اصلاحی وقتی اونقدر امتداد پیدا میکنه، خب البته نه لزوماً خیلی استریت فوروارد، ممکنه خیلی مثلا کارکتیو این کارو بکنه دیگه، امتداد پیدا میکنه و این کف ساختار رو میشکونه، مادامی که مطمئن باشیم که این کف وقتی شکسته شده در واقع منباب گرفته شدن نقدینگی نیست، اون موقع ما میگیم چی؟ میگیم یه چینج آف کارکتر اتفاق افتاده. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، هیچ مطلب عجیب و غریبی هم نیست، فقط یه ساختار در جهت معکوس شکسته شده. و نکته ای که باید بهش دقت کرد اینه که در اثر برخورد به یه ناحیه‌ای که ما بهش میگیم پی او آی، این اتفاق افتاده. وقتی رسیدیم به پی او آی، یه حرکت اینجوری و چینج آف کارکتر در واقع اتفاق افتاده. بعد از اون انتظارمون چیه؟ انتظارمون اینه که این لگ، در واقع این لگ که باعث چینج آف کارکتر شده، مسلماً خیلی با مومنتوم نمیتونه باشه دیگه، همیشه ممکنه که اینجوری اتفاق افتاده باشه. انتظارمون اینه که این لگ 50 درصدش اینجاست، برگردیم به 50 درصدش، حالا تو یه همچین نواحی شروع کنیم به ادامه لگی که باعث چینج آف کارکتر شده. دقیقاً با همون الگوریتمی که به شکست ساختار نگاه میکردیم، به چینج آف کارکتر هم یا چاک هم نگاه میکنیم. چیزی که ما بهش میگیم چینج آف کارکتر یا چاک، در واقع همون شکست ساختار معکوسه، نه هیچ چیز دیگه. وقتی میگیم روی 15 دقیقه چاک داریم، یعنی استرکچر 15 دقیقه باید به صورت معکوس عوض شده باشه. اگر اینو 15 دقیقه تصور کنید، این استرکچر شکسته شده باشه. اگر اینجا دنبال چاک M15 هستید، کار اشتباهیه. اینجا هیچ چاکی داخل M15 اتفاق نیفتاده. چاک M15 زمانی اتفاق میفته که استرکچر M15 شیفت کنه یا عوض بشه. خب پس تا اینجا متوجه شدیم منظور از چاک یا چینج آف کاراکتر چیه. حالا که مفهومشو میدونیم، وقت اونه که برم سراغ بیان یه مطلبی که مطمئنم کسی در موردش حرف نزده تا. ببینید، ما قبلا مفهوم فرکتال رو مطرح کردیم و گفتیم که قرار از اینجا به بعد به همه مفاهیمی که در مورد مقوله بازارهای مالی مطرح میکنیم با دید فرکتالی نگاه کنیم، یا در واقع از نقطه نظر فرکتال نگاه کنیم. حالا یه نکته ای که وجود داره اینه که ما از مفهوم فرکتال به یه در واقع نتیجه رسیدیم و اون نتیجه هم یه اصلی بود. اون اصل بیان میکرد که در واقع رفتار بازار و هم ظاهر نمودارهای بازار تو همه تایم فریم ها در واقع مشابه همدیگه است. یعنی رفتار بازار یا ظاهر بازار یا نمودار توی مثلا تایم فریم 5 دقیقه یا 15 دقیقه هیچ فرقی با تایم فریم های پایین تر از 5 دقیقه یا بالاتر از 5 دقیقه نداره.
حالا کاری که میخوام بکنم اینه که مفهوم فرکتال و تعریف چاک رو با هم ترکیب کنم که بتونیم به یه سری نتایج برسیم که قرار روی دیدمون از نمودار یا بازار خیلی اثر بذاره. در ابتدا هم میخوام یه سوال رو مطرح کنم، اونم اینه که آیا شما قبول دارید که گرفته شدن یه پولبک یا اندوسمنت توی تایم فریم بالاتر، مثلا اینجا اگر 15 دقیقه باشه نمودار، گرفته شدن یه پولبک یا یه در واقع اندوسمنت میتونه به مثابه شکست شدن استراکچر یا ساختار تو تایم فریم پایین تر باشه یا نه؟ یعنی در واقع ما یه حرکت صعودی داشتیم، این حرکت صعودی از اینجا وارد لگ اصلاحی شد، ما میخوایم بدونیم ورودمون به لگ اصلاحی توی تایم فریم 15 دقیقه میتونه در واقع همون شکست ساختارمون یا استراکچرمون توی تایم فریم پایین تر مثل 5 دقیقه یا 1 دقیقه باشه یا نه. حالا اگر جوابتون بله هست که دید فرکتالی خوبی دارید، و اگر هم جوابتون خیر هست، اینجا باید بگم که اولا من با مثال بهتون ثابت میکنم که در واقع شکست شدن یه استراکچر تو تایم فریم پایین هم ارز با گرفته شدن یه اندوسمنت یا نقض یه پولبک تو تایم فریم بالاتر هست. ضمن این که میخوام بدونید چیزی که ما اینجا مطرح کردیم یکی از مهمترین نکاتی هست که میتونه تو روش معاملگری شما واقعا اثرگذار باشه. پس حالا میریم روی نمودار که من بتونم چند تا مثال بزنم که همه در قدم اول بتونیم به توافق برسیم که نقض یه پولبک یا گرفته شدن یه اندوسمنت در تایم فریم بالا میتونه در واقع هم عرض با شکست شدن ساختار یا استراکچر در تایم پایین باشه. تایمایی هم که میخوام مثال بزنم تایم 15 دقیقه به عنوان تایم بالا و تایم 1 دقیقه یا 5 دقیقه به عنوان تایم پایینه. این نکته رو هم اضافه کنم که اگر ما داریم در مورد یه مفهومی مثل چیزی که الان بیان کردم صحبت میکنیم، هیچ وقت و هیچ وقت و دوباره هیچ وقت مطلقاً در موردش حرف نمیزنیم. یعنی ما در واقع همه این نکاتی که مطرح میکنیم و در واقع با بحث احتمالات در نظر میگیریم. یعنی اگر من میگم مثلا گرفته شدن یه پولبک یا اندوسمنت تو تایم فریم 15 دقیقه هم عرض با شکست شدن استراکچر 1 دقیقه یا 5 دقیقه است، منظورم اینه که از هر 10 بار 9 بار یا 8 بار اینجوریه، نه اینکه 100% مواقع این دو نقطه روی هم منطبق باشن. چون که خیلی وقتا هم پیش میاد، خیلی وقتا که نه در واقع خیلی کم، ولی پیش میاد که مثلا توی تایم فریم 15 دقیقه ما وارد لگ اصلاحی شدیم، مثلا یه اندوسمنت گرفته شده یا یه پولبک نقض شده، اما توی تایم فریم 1 دقیقه هنوز استراکچر ما نشکسته. بنابراین چیزی که میخواستم یادآوری کنم اینه که همه مطالبی که در واقع داریم در موردشون حرف میزنیم پیروی میکنه از همون مقوله احتمالات. خب حالا میخوام مثال بزنم روی نمودار از اینکه گرفته شدن یه اندوسمنت یا نقض یه پولبک در واقع میتونه منطبق بشه روی محل شکست شدن استراکچر یا ساختار تو تایم فریم پایین تر. الان روی نمودار 15 دقیقه هستیم. چیزی که دارید میبینید استراکچر 15 دقیقه هست. استراکچر 15 دقیقه رو من چند جاشو علامت زدم، این نقطه و این نقطه و این دوتا نقطه. البته قبل ترم علامت زده بودم اون، تو الان توی تایم فریم 1 دقیقه دیگه نمیتونم اینجا رو ببینم چون توی تریدینگ ویو اجازه نمیده دیگه از یه حدی برم عقب‌تر. فرقی هم نداره، این چیزی که میگم اصلیه که همه جا برقراره. به خاطر همین نقاط رو بررسی میکنیم که در واقع بتونیم به این توافق برسیم که نکته‌ای که گفتم در واقع میتونه ولید یا معتبر باشه. پس میریم روی 1 دقیقه. روی 1 دقیقه
اینجا که نمیتونم ببینم روی پنج داره نرسی بکنم نقطه اول. خب نقطه اول اینجا جاییه که در واقع روی 15 دقیقه دوباره نشونتون بدم که مطمئنشم همه متوجه هستید. اینجا روی 15 دقیقه جاییه که در واقع ما یه پولبک رو گرفتیم، درسته؟ یه پولبک نقد شده. حالا میریم اینجا من یه علامت میزنم، میریم روی 5 دقیقه، میریم روی 5 دقیقه، دقیقا این نقطه رو بررسی میکنیم. اینجا جاییه که استراکچر 5 دقیقه به سمت بالا شکسته و اگه دقت کنین اینجا کف استراکچر 5 دقیقه است. این نقطه در واقع کف استراکچر 5 دقیقه است و این نقطه هم سقف استراکچر 5 دقیقه است و شکسته شدن استراکچر 5 دقیقه که اینجا اتفاق افتاده در واقع منطبق شده روی نقطه‌ای که در واقع یه ایندوسمنت توی 15 دقیقه گرفته شده یا در واقع یه پولبک نقض شده. حالا میریم سراغ نقطه بعدی. نقطه بعدی هم دقیقا به همین منوال میتونیم روی یه دقیقه هم ببینیمش. استراکچر یه دقیقه شو رسم کردم که زمان کمتری بگیری از ویدیو. اینجا یک دقیقه است، استراکچر یک دقیقه عوض شده، استراکچر یک دقیقه امتداد پیدا کرده، حرکتش به سمت بالا. جایی که استراکچر عوض شده در واقع اینجا استراکچر ما عوض نشده، چون اینجا ما ساختار رو از بالا نشکندیم، اگه دقت کنیم با شادو گرفتیم، پس اینجا شکست ساختار نیست. کف استراکچر یک دقیقه در واقع همین نقطه است. اینجا هم استراکچر یک دقیقه در واقع پولبکی نقض نکرده که وارد اینجا نقض پولبک نیست. اینجا تایم فریم پایین تر در واقع ایندوسمنت های تایم فریم پایین ترن، چون در واقع تو این محدوده است و ما باید این محدوده رو نقض میکردیم واسه گرفته شدنش. این محدوده هم اگه دقت کنید لو رو اون بالا میتونید ببینید، 925 لو این نقطه هم 925. بنابراین اینجا ما کف استراکچر رو نقض نکردیم، یعنی در واقع ایندوسمنتی گرفته نشده، پس کف استراکچر ما میشه اینجا. وقتی کف استراکچر ما بشه اینجا، سقف استراکچر ما بشه اینجا، در واقع گرفته شدن یه پولبک یا ایندوسمنت توی تایم فریم 15 دقیقه که با این خط مشخص شده میتونه منطبق بشه روی شکسته شدن استراکچر یک دقیقه. نقطه بعدی رو من نشونتون بدم. نقطه بعدی هم در واقع اینجا کف استراکچر 15 دقیقه به سمت پایین شکسته، یه چاک اتفاق افتاده در واقع توی 15 دقیقه. حالا برگشتیم یا ایندوسمنت رو گرفتیم، میخوام ببینیم این ایندوسمنتی که اینجا گرفتیم در واقع منطبق شده با شکسته شدن، در واقع منطبق شده روی شکسته شدن استراکچر یک دقیقه و یا 5 دقیقه یا اینکه اینجوری نبوده. پس من یه علامت دیگه میزنم اینجا، بریم روی یک دقیقه. اینجا رو میتونیم ببینیم که استراکچر یک دقیقه هم اینجا مشخص کردم. کف این استراکچر یک دقیقه وقتی که شکسته دیگه هیچ جایی پول کف استراکچر یک دقیقه وقتی اینجا به سمت پایین شکسته شده هیچ جا در واقع ایندوسمنت گرفته نشده تا اینجا. اینجا ما وارد لگ اصلاحی شدیم و در واقع اینجا سقف استراکچر یک دقیقه رو گرفتیم که منطبق شده روی همون نقطه‌ای که ما یه ایندوسمنت رو
توی تایم فریم 15 دقیقه گرفتیم. دوباره برمیگردم روی 15 دقیقه. چیزی که من میگم، اگر من 3 تا 4 تا مثال میزنم، شما 30 تا 40 تا 100 تا مثال باید واسه خودتون پیدا کنید که مطمئن بشید که واقف هستید به نکته‌ای که من دارم خدمتتون عرض میکنم. اینجا هم یه علامت دیگه میزنیم، میریم روی 5 دقیقه، فرق نداره، میریم روی 1 دقیقه یا 5 دقیقه، دوتاشو چکیم. آره اینجا 5 دقیقه رو مشخص کردم، در واقع بقیم روی 5 دقیقه. آه اصلا رو 5 دقیقه هست، من اشتباه کردم. 5 دقیقه اینجا میبینیم که استرکچر 5 دقیقه در واقع این یک کف بوده، این سقفش بوده، این یک کف جدید از استرکچر 5 دقیقه. اینجا استرکچر 5 دقیقه به سمت بالا شکسته شده و در واقع جایی بوده که یه ایندوسمنت توی تایم فریم 15 دقیقه نقص شده یا یه پولبک در واقع گرفته شده. حالا برمیگردیم، پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که گرفته شدن یک پولبک یا ایندوسمنت توی تایم فریم بالاتر میتونه هم ارز، میتونه معمولا اینجوریه ولی نه لزوما همیشه، میتونه هم ارز با شکسته شدن ساختار یا استراکچر توی تایم فریم پایین تر باشه. برگردیم روی شماتیکمون، چون من میخوام به یه سری نتایج برسم از صحبتایی که تا اینجا با هم داشتیم. خب برگشتیم روی شماتیک و قراره در مورد مهمترین مسئله‌ای که قراره تو این پارت مطرح بشه صحبت کنیم و اونم اینه که ما یاد بگیریم چجوری از مفهوم چاک برای ورود به معاملاتمون استفاده کنیم. پس تا اینجا ما با مفهوم چاک آشنا شدیم و فهمیدیم که چاک در واقع شکست ساختار در جهت معکوسه. بعد از اون در مورد یه مسئله دیگه صحبت کردیم و اون این بود که گرفته شدن یک ایندوسمنت یا در واقع نقض یه پولبک توی تایم فریم بالاتر هم ارز با شکست ساختار توی تایم فریم پایین‌تره. پس بذارید من اینا رو بنویسم. پس یک، چاک همون شکست ساختار در جهت معکوس است. دو، گرفته شدن یک ایندوسمنت هم ارز با شکست ساختار در تایم فریم پایین تر است. پس حالا من یه سوال مطرح میکنم، آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که گرفته شدن یک ایندوسمنت یا پولبک در واقع همون چاک توی تایم فریم پایین تره؟ خب مسلما همینطوره دیگه، در واقع گرفته شدن یه پولبک که مثلا اینجا باشه همون چاک توی تایم فریم پایین تره. خب پس حالا که توی تایم فریم پایین تر ما چاک داریم یا شکست ساختار داریم در جهت معکوس، مثل چیزی که در واقع داریم اینجا میبینیم، در واقع اینجا یه ایندوسمنت یا پولبک گرفته شده و چیزی که اتفاق افتاده رو تایم فریم یک دقیقه اینه که یک استرکچر از پایین شکسته شده. حالا که یه استرکچر به سمت پایین شکسته شده، و البته که لازم نیست دیگه من اینو قید کنم که ما قبلا اینجا به یه POI رسیدیم، اما اگر اینو پیش‌فرض در نظر گرفته باشیم میدونیم که احتمال ورود به لگ اصلاحی زیاده و وقتی که این اتفاق میفته، در واقع یه پولبک نقض میشه یا یه ایندوسمنت گرفته میشه، ما مطمئن میشیم که وارد لگ اصلاحی شدیم. وارد لگ اصلاحی شدیم، چیزی که روی یک دقیقه میبینیم اینه که در واقع استراکچر یک دقیقه از پایین شکسته. حالا نکته‌ای که وجود داره، آیا ما که وارد لگ اصلاحی شدیم توی تایم فریم 15 دقیقه نباید با لگ اصلاحی همراه بشیم واسه این نزول؟ خب مسلما جوابتون بله هست.
حالا که جواب بله هست و ما میخواییم که همراه بشیم با لگه اصلاحی، چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ حالا باید این نکته رو در نظر بگیریم که وقتی اینجا یه شکست ساختار به سمت پایین اتفاق میفته یا چاک، در واقع لگه اصلی ما میشه این ناحیه روی یک دقیقه. و وقتی لگه اصلی ما روی یک دقیقه این ناحیه میشه، ما باید صبر کنیم تا برگردیم به 50% این لگ که مثلا اینجا باشه و یه ایندوسمنت رو بالای این 50%. اینا ترجیحنه دیگه، ترجیحن یه ایندوسمنت رو بالای این 50% بگیریم. و وقتی این اتفاق تو تایم فریم یک دقیقه میفته، اون موقع اینجا به ما میگه که میتونیم وارد بشیم. برای چی؟ برای اینکه همراه با قیمت به سمت پایین حرکت کنیم. پس اینجا ما از مفهوم چاک که در واقع شکست شدن استرکچر در جهت معکوس توی تایم فریم پایین تر بوده، برای همراه شدن با لگ اصلاحی 15 دقیقه استفاده کردیم. در واقع نمودار رو از 15 دقیقه وقتی که یه پول بک رو نقض کرد شیفت میکنیم روی یک دقیقه و روی یک دقیقه لگ اصلی یک دقیقه همون رو پیدا میکنیم. روی اون لگ اصلی ما ایندوسمنت ها رو مشخص میکنیم، کاری که من اینجا انجام دادم. وقتی که این ایندوسمنت ها رو مشخص کردیم، ترجیحاً صبر میکنیم که قیمت برگرده به بالای 50% این لگ اصلی. و وقتی رسید به بالای 50% این لگ اصلی، ببینید من الان دارم در مورد ترجیحمون صحبت میکنم، وگرنه ممکنه که اصلا به 50% هم نرسه و ادامه حرکت رو داشته باشه. ولی میخوام اینجا در مورد یه حالت ایدئال صحبت کنم و بازار لزوماً همیشه ایدئال رفتار نمیکنه. مهم اینه که ما نکات اصلی رو دریافت کنیم که بعداً بتونیم ازشون استفاده کنیم. حالا اتفاقی که میفته اینه که روی یک دقیقه ما لگ اصلیمون رو پیدا کردیم، 50% هم پیدا کردیم، ایندوسمنت های این لگ اصلی رو هم پیدا کردیم، بالای این 50% یه ایندوسمنت نقض شده، یه ایندوسمنت گرفته شده. ببینید ما میدونیم که از اینجا میتونیم همراه بشیم با قیمت، اما نمیدونیم که در واقع چجوری باید این کار رو انجام بدیم. اتفاقی که میفته این لگی که اینجا میبینید، در واقع این لگی که اینجا میبینید توی تایم فریم پایین تر خودش یه لگ اصلیه، توی تایم فریم یک دقیقه اما یه لگ اصلاحیه. وقتی میریم توی تایم فریم مثلا 15 ثانیه، مثال، لزوما 15 ثانیه نیست دیگه، ممکنه 5 ثانیه باشه، ممکنه 30 ثانیه باشه، مثلا 15 ثانیه رو دارم مثال میزنم، این لگ در واقع اینجا من بزرگ توی 15 ثانیه دارم نشونش میدم. این لگی که ما لگ اصلاحیه تایم فریم یک دقیقمون میدونیم، خودش یه لگ اصلیه تو تایم فریم 15 ثانیه. ببینید دید فرکتالتون رو باید قوی کنید، باید بتونید دائما بست بدید مفاهیمی که داریم در موردشون حرف میزنیم. پس ما از 15 دقیقه اومدیم روی یک دقیقه، روی یک دقیقه لگ اصلیمون رو شناختیم، 50%ش رو پیدا کردیم، رسیدیم به بالای ایندوسمنتی که بالای 50%ه. دارم در مورد یه حالت ایدئال صحبت میکنم. حالا میخواییم وارد بشیم و همراه بشیم با قیمت. اون لگ اصلاحی که توی یک دقیقه در واقع ما احتمال میدیم که در واقع رو به اتمام باشه، یه همچین شکلی میتونه داشته باشه توی تایم فریم پایین تر از یک دقیقه دیگه، مثلا 15 ثانیه. توی 15 ثانیه دقیقا همین اتفاق دوباره تکرار میشه، یه ایندوسمنت گرفته میشه، ما متوجه میشیم که لگ اصلاحی ما در واقع وارد لگ اصلاحی شده و لگ اصلاحی در واقع همون ادامه ی حرکت لگ اصلی، حرکت لگ اصلی یک دقیقه است. ببینید خیلی پیچیده نیست، لگ اصلاحی ما روی یک دقیقه. اجازه بدید من اینا رو پاک کنم. که مطمئنشم هیچ مشکلی وجود نداره توی بیان مسئله. ما یه لگ اصلی یک دقیقه داشتیم که اینجاست، یه لگ اصلاحی
یه لگ اصلاحی یک دقیقه داریم که اینجاست. حالا اینو پروژکتش کردیم توی تایم فریم پایین تر روی این شماتیک پایین، مثلا 15 ثانیه. این لگ اصلاحی ما یه همچین شکلی توی تایم فریم 15 ثانیه داره. در واقع لگ اصلاحی ما تو تایم فریم 1 دقیقه که در واقع یه لگ اصلیه توی تایم فریم 15 ثانیه کی وارد اصلاح میشه، کی وارد حرکت نزولی میشه، در واقع جایی که یه ایندوسمنت رو بگیره توی 15 ثانیه. وقتی که من میگم ایندوسمنت ها رو باید تو تایم فریم های پایین تر هم در نظر گرفت، به خاطر اینه که شما بتونید تصور کنید بدون اینکه برید روی 15 ثانیه بگید اینجا جاییه که مثلا ایندوسمنت تایم 15 ثانیه است، و وقتی این اتفاق میفته شما متوجه میشید که لگ اصلاحی شما احتمالاً به اتمام رسیده، و وقتی لگ اصلاحی شما به اتمام میرسه اونجا میتونید همراه بشید با قیمت برای نزول. ببینید این راهکار ماست برای استفاده کردن از مفهوم چاک در راستای ورود به معاملات. حالا چیزی که مهمه اینه که باز همین نگاه رو میتونیم باز به شکل فرکتال تو تایم فریم پایین تر دنبال کنیم. یعنی این لگی که باعث شده یه ایندوسمنت رو، یه ایندوسمنت در واقع 15 ثانیه رو ما بگیریم، خود این در واقع یه ایندوسمنت دیگه مسلماً روش وجود داره، یا اگر نداشت این بالا در واقع خودش یه ایندوسمنت. صبر میکنیم قیمت بیاد این ایندوسمنت هم بگیره. وقتی که اینجا این ایندوسمنت رو گرفت، دیگه هر آنچه لازم داریم برای همراه شدن با قیمت ما در واقع نمودار بهمون ارائه کرد، و از اینجا به بعد قرار نیست که تحلل کنیم. ببینید قرار نیست بریم روی 15 ثانیه، همه اینا رو ما توی 1 دقیقه میتونیم ببینیم. مثال میزنم جلوتر در واقع که بتونید با روشی که دارم در موردش حرف میزنم آشنا بشید. خیلی ها میدونن، خیلی ها نمیدونن. کسایی که میدونن مسلماً اینجوری میتونن دیولوب کنن، بهتر نگاهشون رو کامل کنن تو این مقوله. کسایی هم که نمیدونن که اساساً میتونن خیلی تمرین کنن که آشنا بشن با این مقوله. اما چیزی که میخوام یادآوری کنم اینه که این مطالب ممکنه در ابتدا یه ذره پیچیده به نظر برسه، ولی واقعاً محتوایی که من دارم ارائه میکنم خیلی پیچیده نیست. بنابراین شما صرفاً باید وقت بیشتری واسش بذارید. مثلا اگر 10 دقیقه کفایت نمیکنه، اون زمانو بکنید 20 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، نمیدونم هر چقدر میدونید زمان بذارید تا قشنگ متوجه بشید. من سعی کردم چند دفعه مفاهیم رو تکرار کنم که در واقع مطمئن بشم با اون مفاهیمی که میخوام کاملا آشنا شده باشید. پس من یه ریویوی سریع میکنم همه یه نکاتی که تا اینجا گفتیم. و ما روی 15 دقیقه یه ایندوسمنت رو گرفتیم. این ایندوسمنت در واقع یه شکست ساختار بود روی 1 دقیقه. وقتی این شکست ساختار اتفاق افتاد، یه لگ اصلی وقتی که به اتمام میرسه وارد لگ اصلاحی میشه. چجوری وارد لگ اصلاحی میشه؟ یه ایندوسمنت رو در واقع میگیره. وقتی این ایندوسمنت رو گرفت که ترجیحاً اگر بالای 50% باشه، اینجا منطقه‌ایه که میتونه برای ورود در جهت نزول مناسب باشه. پس ما این منطقه رو زیر نظر میگیریم. این منطقه وقتی که میریم توی تایم فریم پایین تر، اگر توی تایم فریم پایین تر نگاه کنیم، که لزومی هم نداره در واقع توی تایم فریم پایین تر نگاه کنیم، چون ما ایندوسمنت های تایم فریم پایین تر رو در واقع توی تایم فریم 1 دقیقه هم میتونیم ببینیم. ایندوسمنت های تایم فریم پایین تر رو میبینیم. وقتی که نقض میشه، اتفاقی که میفته در واقع لگ اصلاحی 1 دقیقه ما احتمالاً به پایان رسیده، و وقتی لگ اصلاحی ما به پایان رسیده باشه، ما میتونیم دنبال یه نقطه مناسب باشیم واسه ورود. نقطه مناسب کجا میتونه باشه؟ جایی که لگی که در واقع اتمام لگ اصلاحی رو که اینجا هست، و اینجا من با یه همچین شکلی نشونش دادم. اجازه بدین اینجا با این خط نشون بدم. در واقع این لگ که اتمام لگ اصلاحی 1 دقیقه رو به ما نویده شده، میتونه جایی باشه که برای ورود ازش استفاده میکنیم. یه ایندوسمنت روش پیدا میکنیم. اگر ایندوسمنت نداشت، سقفش میتونه ایندوسمنت ما باشه.
و وقتی که این اندوسمنت ها گرفته بشن جاییه که ما میتونیم ورود داشته باشیم. چجوری ورود داشته باشیم؟ از چند طریق میتونیم ورود داشته باشیم. میتونیم با اوردر بلاک ورود کنیم، میتونیم در واقع با ستاپ های دیگه ورود کنیم، اما چیزی که الان در موردش داریم حرف میزنیم فعلا مفهوم چاک و نحوه استفاده از چاکه. پس ما تا اینجا میدونیم که مفهوم چاک چیه و همچنین میدونیم قراره چجوری ازش استفاده کنیم. من توی این بخش میخوام یه مثال بزنم تا مطمئن شم که مطالبی که بیان کردم قابل درک هستن. فقط یه بار دیگه میخوام بگم که مفهوم چاک با مفاهیم دیگه قابل ترکیبه. مثلا میتونیم برای پیدا کردن نقطه ورود دقیق از ترکیب چاک با مثلا اوردر بلاک استفاده کنیم، یا مفاهیم دیگه اوردر بلاک صرفا یه مثاله و لزومی نداره همیشه بخوایم از اوردر بلاک استفاده کنیم. خب دیگه بریم روی نمودار که بتونم مثال بزنم. خب اومدیم روی نمودار EURUSD تایم فریم 15 دقیقه. من یه مثالی رو قبلا علامت زدم اینجا که در موردش توضیح بدم که دقیقا متوجه بشین منظورم از بیان مفاهیمی که تا الان داشتم در موردشون صحبت میکردم چی هست. روی تایم فریم 15 دقیقه ما فرض میکنیم که رسیدیم به یه POI. اصلا مهم نیست این POI چی، یه اوردر بلاک یا یه نقدینگی گرفته یا مثلا رسیده به یه FVG. من اصلا کاری ندارم به این مسئله، از اونم اصلا قرار نیست در موردش بحث کنیم. چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما تو تایم فریم 15 دقیقه رسیدیم به یه نقطه‌ای که احتمال برگشت میدادیم. از اونجا احتمال میدادیم مثلا کف استراکچر 15 دقیقه برخلاف روند صعودی از پایین شکسته بشه. حالا کاری که میکنیم اینه که ما منتظر میمونیم تا یه اندوسمنت یا در واقع یه پولبک نقض بشه که مطمئن بشیم وارد لگ اصلاحی شدیم، چیزی که اینجا اتفاق افتاده. با این خط چینم نشونش دادم. وقتی این اتفاق افتاد ما یه لگ داشتیم که در واقع باعث شده که ما وارد لگ اصلاحیمون بشیم. این لگ رو ما اینجا داشتیم و این لگ ما رو وارد لگ اصلاحی کرده، وارد فاز اصلاحی این حرکت صعودی کرد. این حرکت صعودیه و این لگ، این چند تا کندل در واقع ما رو وارد لگ اصلاحی یا فاز اصلاحی کرده. حالا میخوایم بریم روی یک دقیقه ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. بریم روی یک دقیقه. خب روی یک دقیقه ما این لگو در واقع داریم. من این خط رو پاک کنم. سقفش اینجاست، کفش هم اینجاست. این لگ یک دقیقه ای که ما رو وارد فاز اصلاحی ساختار 15 دقیقه کرده. در واقع با این علامت من سقفش رو نشون دادم و اینجا هم کفش هست. با توجه به چیزایی که گفتم الان ما روی این لگ یک دقیقه باید دنبال این باشیم که یه اندوسمنت گرفته بشه که این کف اولا تایید بشه و به این نتیجه برسیم که این لگ یک دقیقه علاوه بر این که ما رو وارد فاز اصلاحی 15 دقیقه کرده در واقع استراکچر یک دقیقه هم شکسته دیگه. چیزی که اینجا اتفاق افتاده، اینجا کف استراکچر یک دقیقه است و این لگ یک دقیقه در واقع باعث شکست کف استراکچر یک دقیقه شده. پس با گرفته شدن این اندوسمنت یک دقیقه در واقع این کف یک دقیقه به عنوان کف ساختار جدید نزولی یک دقیقه تایید میشه و ما میدونیم که وارد فاز اصلاحی یک دقیقه شدیم. حالا که وارد فاز اصلاحی یک دقیقه شدیم در واقع باید منتظر بمونیم که برسیم به بالای این 50%. 50% هم اینجا علامت زدم، اینجا در واقع خطیه که 50% این سقف و کف رو نشون میده، این قرمز رنگی که اینجا هست
من میتونم اینم با رنگتر کنم که تو ویدیو کاملا واضح باشه. پس وقتی میرسیم بالای این 50%، یه سری ایندوسمنت رو پیدا میکنیم روی این لگ که احتمال میدیم با گرفته شدن اونا ادامه این لگ نزولی 1 دقیقه رو داشته باشیم. در واقع این لگ نزولی 1 دقیقه رو داشته باشیم. کجا این لگ نزولی 1 دقیقه ادامه پیدا میکنه؟ جایی که فاز اصلاحی این ساختار تموم شده باشه. پس صبر میکنیم که یه ایندوسمنت روی لگ اصلی ما گرفته بشه. ایندوسمنت اینجا گرفته شده. این ایندوسمنت در واقع اینجا گرفته شده. ازش رد شدیم. هیچ نشونه‌ای برای برگشت اینجا به ما نداده. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اینجا ما یه اوردر بلاک داریم که از آخرین کندل صعودی قبل از نزول تشکیل شده. این اوردر بلاک رو اینجا من علامت زدم. با رسیدن به این اوردر بلاک یه پی او آی که در واقع یه پی او آی توی 1 دقیقه هست، ما احتمال میدیم که فاز اصلاحی ما تموم شده باشه. اما برای اینکه فاز اصلاحی 1 دقیقه ما تموم بشه به چی نیاز داریم؟ به اینکه بدونیم یه ایندوسمنت روی این لگ که لگ اصلی الان برای ما حساب میشه تو تایم فریم پایین تر. لگ اصلاحی توی تایم فریم 1 دقیقه است و لگ اصلی توی تایم فریم پایین تر. یه ایندوسمنت که گرفته میشه اینجا، در واقع ما وارد فاز اصلاحی این لگ اصلاحی میشیم. چیزی که من گفتم این بود که وقتی که این لگ اصلاحی ما وارد فاز اصلاحی میشه، در واقع ما ادامه یه روند اصلی رو داریم. اینجا ما وارد فاز اصلاحی میشیم با گرفته شدن این ایندوسمنت و ما در واقع میتونیم خیلی محتمل بدونیم که از اینجا به بعد قراره که ادامه روند نزولی یا ادامه روند این لگ اصلی 1 دقیقه اتفاق بیفته در. اما اگر بخوایم دقیق‌تر به داستان نگاه کنیم، ما میدونیم توی این محدوده ها میتونیم ادامه نزول رو داشته باشیم، در واقع ادامه این لگ اصلی 1 دقیقه. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما دقیقاً باید چیکار کنیم. کاری که ما باید بکنیم اینه که ما اون لگی که باعث ورود به حرکت اصلاحی در انتهای فاز اصلاحی 1 دقیقه‌مون شده پیدا کنیم، که میشه این چند تا کندل در واقع. من این رو پاک کنم که دقیقا متوجه بشید. پس این چند تا کندل رو ما داریم. ما اینجا به واسطه این چند تا کندل وارد فاز اصلاحی 1 دقیقه‌مون شدیم. پس ما به واسطه این چند تا کندلی که اینجا داریم میبینیم متوجه شدیم که لگ اصلاحی 1 دقیقه ما به پایان رسیده و ما احتمالاً وارد فاز اصلاحی این لگ اصلاحی شدیم و فاز اصلاحی این لگ اصلاحی در واقع همون ادامه روند لگ اصلیمونه. ببینید چیزایی که الان دارم میگم و بهش کاملا دقت کنید و اگر لازمه چند دفعه برگردونید ویدیو رو دوباره ببینید، چون دقیقا میخوام متوجه باشید که داره چه اتفاقی میفته. پس ما به واسطه این چند تا کندل، دوباره میگم به واسطه این چند تا کندل وارد فاز اصلاحی این لگ اصلاحی روی 1 دقیقه است، درسته؟ ما به واسطه این چند تا کندل که این ایندوسمنت رو گرفته میدونیم که این لگ اصلاحی به پایان رسیده. وقتی این لگ اصلاحی به پایان میرسه، پس ما احتمال میدیم که ادامه نزول رو ببینیم. ادامه نزول رو کجا میبینیم؟ جایی که در واقع روی این لگ یا این چند تا کندلی که باعث پایان لگ اصلاحی شدن یه ایندوسمنت یا نقنینگی داشته باشیم و قیمت اونو بگیره. توی این مثال اما ایندوسمنت نداشتیم، میتونستیم صبر کنیم که بیاد این سقفو بگیره. و البته یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که باید بدونیم گاهی نیاز به گرفته شدن ایندوسمنت نیست. حالا کی نیازی به گرفته شدن ایندوسمنت نیست؟ زمانی که یه FVG مثل چیزی که اینجا میبینید روی این لگ
تشکیل شده باشه و خب یه اوردر بلاک خوب و تمیزم بالاش وجود داشته باشه که دست نخورده باقی مونده باشه. همونجوری که روی نمودار میبینید اوردر بلاک ما این ناحیه است، این ناحیه است، این کندل آخر قبل از نزوله که البته میتونستیم کندل بعدی رو هم در نظر بگیریم، یعنی کندل بعدی رو در واقع در نظر بگیریم، ولی من چون اون کندل خیلی کوچیکه معمولا این ریسک رو انجام نمیدم. اگر برسه به بالاتر اینجا معمولا یه حجمی رو که خیلی معقوله وارد میشم و وقتی میرسه به بالاتر اونجا حجم اضافه میکنم، ولی خیلی وقتا چون نمیرسه به بالا مخصوصا اگه یه همچین کندل کوچیکی باشه منطقی تر اینه که از این کندل قبلی استفاده کنیم. حالا با توجه به این که اوردر بلاک ما اینجا قرار داره میتونستیم اینجا یه لیمیت اوردر قرار بدیم و خب استاپمون هم در واقع پشت این لگ اصلاحیمون باشه که میشه اینجا، این در واقع پشت مثلا من خودم به اندازه نیم پیپ بالای این قرار میدم و خب البته من چون اسپریدم کمه این کار رو میکنم. اگر شما اسپرید یا کامیشنی که قرار بدین بیشتره میتونین بالاتر قرارش بدین. پس یه دفعه دیگه اینجا رو من یه ریویوی کوتاه میکنم، اونم اینه که ما روی این لگ آخر که باعث پایان لگ اصلاحی ما شده. چرا باعث پایان لگ اصلاحی ما شده؟ چون یه اندوسمنت رو اینجا گرفته، در واقع این لگ اصلاحی خودش وارد یه لگ اصلاحی شده، پایان این لگ اینجاست. وقتی که این چند تا کندلی که باعث پایان این لگ اصلاحی میشن یه نقدینگی یا اندوسمنت یا افیجی روی اون چند تا کندل وجود داشته باشه، از اون افیجی یا اندوسمنت تصور کنیم مثلا اینجا یه همچین شدوی داشتیم، با گرفته شدن این اندوسمنت اون موقع میتونستیم مادامی که اینجا هم یه اوردر بلاک داشتیم یه ورود داشته باشیم و البته ربطی هم به این اوردر بلاک نداره ها، ما به هر حال با یه سازوکار دیگه میتونستیم اینجا وارد شیم، ولی اگر میخواستین لیمیت اوردر بذارین میتونستین از این اوردر بلاک استفاده کنین، چون آردی این اوردر بلاک عملا بیشترش فیل شده بود، به خاطر همین نمیتونستیم از کل این اوردر بلاک دیگه استفاده کنیم چون عملا قیمت اینجا بوده دیگه، از این اوردر بلاک استفاده میکردیم و در نهایت استاپمون هم میذاشتیم پشت این لگ و اینجا یه نزول میگرفتیم. خب من میخواستم شما با مفهوم چارک آشنا بشید و یاد بگیرید چجوری ازش استفاده کنید، دید فرکتالی رو باهاش همراه و ترکیب کنید تا بتونید دقت یا اکورسی کارتون رو افزایش بدید. خب به پایان این قسمت مثال ها هم رسیدیم و البته که میتونید دائما شبیه به این مثالی که من زدم رو تو نمودار پیدا کنید، مثلا اگه همینجا جلو برید دقیقا همین اتفاق افتاده، یه اندوسمنت توی 15 دقیقه گرفته شده، این اندوسمنت در واقع یه لگ اصلی روی 1 دقیقه برای ما ایجاد کرد، این لگ اصلی در واقع این تو این ناحیه وارد فاز اصلاحی شده، اگر می‌خواستیم با فاز اصلاحیش همراه بشیم صبر می‌کردیم یه اندوسمنت گرفته بشه. این چیزی که اینجا دارم مثال می‌زنم تو برنامه‌ام نبود، ولی خب الان دارم مثال می‌زنم که ببینید خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست. اینجا هم یه افیجی داشتیم رسیده به اینجا، تو این ناحیه یه اوردر بلاک هم داشتیم، میتونستیم یه لیمیت اوردر بذارید واسه یه ادامه نزول و این کار رو انجام بدید. خب به پایان این، خب اینجا دیگه واقعا میخوام بحث چاک رو تموم کنم، چون فکر میکنم در مورد مطالبی که میخواستم به اندازه کافی صحبت کردم. وقتی که جلوتر بریم و مطالب کامل تر بشه احتمالا از ارتباط بین این مفاهیم بیشتر لذت میبرید و خب قاعدتاً کاربردی تر هم خواهد بود. امیدوارم که چیزایی که گفتم مفید باشه و به شکل گیری یه دید عمیق‌تر کمک کنه و همین دیگه، اینجا ویدیو رو میخوام به پایان برسونم.
فقط این که اگر که کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید. البته اگر این کار رو بکنید من ممنونتون میشم، چون با این کارتون خیلی کمک میکنید به توسعه کانال و مسلماً پیشبرد اهدافی که داریم. ضمن این که تو این قسمت هم میخوام دو تا از ویدیوهایی که فکر میکنم دیدنشون میتونه بهتون کمک کنه رو معرفی کنم و همین دیگه. امیدوارم مطالبی که مطرح کردم مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی فعلاً.